105 سورت سورت الفیل است. سورت الفیل مکیه و هی 5 آیه. سورت فیل در مکه نازل شده و دارای 5 آیه می باشد. تلاوت سورت الفیل با معنای فارسی ترجمه و تفسیر از معارف القرآن. تلاوت سورت الفیل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ترجمه فارسی 105 سورت سورت الفیل. سورت الفیل مکیه و هی 5 آیه. سورت فیل در مکه نازل شده و دارای 5 آیت می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع به نام خدای بی حد مهربان و بی نهایت رحیم. الف لام. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا تو دیدی که چی کرد پروردگار تو با صاحبان فیل؟ آیا تو دیدی که چی کرد پروردگار تو با صاحبان فیل؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل. آیا در نیاورد تدبیر آنها را در اشتباه؟ آیا در نیاورد تدبیر آنها را در اشتباه؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل. و فرستاد بر آنها پرندگان را گروه گروه و فرستاد بر آنها پرندگان را گروه گروه ترمیهم بحجارت من سجیل. می انداختن بر آنها سنگهای از سنگ گل. می انداختن بر آنها سنگهای از سنگ گل. فجعلهم کاسف معکول. پس کرد آنها را مانند گیاه جویده شده نشخواره. پس کرد آنها را مانند گیاه جویده شده نشخواره. تفسیر سورة الفیل از
تفسیر معارف القرآن، خلاصه تفسیر. آیا تو نمیدانی که پروردگار تو با صاحبان فیل چی کار کرد؟ هدف از این استفهام و سوال آگاهی دادن به عظمت و هولناک بودن واقع است. سپس بیان آن واقع است. آیا تدبیر آنها را که برای انهدام کعبه بود از اول تا آخر اشتباه در نیاورد؟ آیا تدبیر آنها که برای انهدام از بین بردن کعبه بود از اول تا آخر اشتباه در نیاورد؟ این استفهام و سوال تقریری است، یعنی برای اثبات صحت واقع است و بر آنها گروه گروه پرنده فرستاد که بر آنها سنگریزه های از سنگ گل می انداختند. پس خداوند متعال آنها را مانند علف نشخوار یعنی پایمال قرار داد. حاصل این که آنانی که به احکام الهی ارزش نمی نهند نباید از عذاب و عقاب خداوند بی فکر قرار گیرند. امکان دارد عذاب در این جهان بیاید چنان که بر اصحاب فیل آمد و عذاب آخرت قطعی و یقینی است. الله بسم الله. معارف و مسائل، معارف و مسائل، مسائل سورة الفیل. در این سوره واقعه اصحاب فیل به صورت مختصر بیان شده است. آنان به نیت منهدم کردن بیت الله لشکر فیلها را برداشته بر مکه مکرمه یورش بردند. خداوند متعال به وسیله پرنده های ضعیف عذاب آسمانی را بر لشکر آنها فرود آورد و آنها را از بین برد و اراده آنها را به خاک یکسان کرد. حادثه فیل در سال ولادت آن حضرت صلی الله علیه و سلم پیش آمد. حادثه فیل در سال ولادت آن حضرت صلی الله علیه و سلم پیش آمد. این حادثه در آن سال به وقوع پیوست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه چشم به جهان کشود. در بعضی روایات این تایید می گردد. قول مشهور همین است رواه ابن کثیر. حضرات محدثین این واقعه را یکی از معجزات آن حضرت صلی الله علیه و سلم به شمار آوردند. اما ضابطه معجزات از این قرار است که همراه با نبوت جهت تصدیق نبی صلی الله علیه و سلم رونما گردد. ولی بعضی اوقات خداوند قبل از ادعای نبوت بلکه قبل از تولد دی نبی چنین وقایع و نشانی های ظاهر می فرماید که در خارق العاده بودن ما که در خارق العاده بودن مانند معجزه می باشند. این چنین علائم و نشانی های در اصطلاح محدثین آن را ارهاس یا ارهاسات نام دارند که در معنای تأسیس و تمهید به کار می روند. رهس
رحس بر سنگ بنیاد اطلاق می گردد. از قاموس: رحس بر سنگ سنگ بنیاد اطلاق می گردد. خداوند متعال قبل از تشریف آوری انبیاء علیهم الصلاة و التسلیمات یا قبل از ادعای نبوت تی آنان چنان علائم و نشانی های ظاهر می فرماید که از قسم معجزات می باشد، از قسم ارهاسات می باشد. و چون این گونه نشانی ها مقدمه برای اثبات نبوت و تمهید و تأسیسی می باشند، بنابراین با آنها ارهاس گفته می شود. ارهاسات کرامت معجزه، کلها عبارت عن امر خالق، این هم عبارت از امر خالق است خلاف العادت. ارهاسات قبل النبوت هم می باشد و قبل از ولادت هم می باشد. بنابراین با آنها ارهاس گفته می شود. قبل از بعثت و ولادت آن حضرت صلی الله علیه و سلم از این قبیل ارهاسات متعددی با وقوع پیوسته بود. جلوگیری اصحاب فیل از جمله با بیت، از جلوگیری اصحاب فیل از قبیل ارهاسات متعدد، از جلوگیری اصحاب فیل از حمله به بیت الله توسط عذاب آسمانی، از این قبیل ارهاسات بود. واقعه اصحاب فیل صورت سورت الفیل از صورت 105 واقعه اصحاب فیل. امام حدیث و تاریخ ابن کثیر چنین نقل فرموده است که ملوک حمیر که مشرک بودن بر یمن چهره بودن، آخرین پادشاه آنان ابو نواس نام داشت. امام حدیث و تاریخ ابن کثیر چنین نقل فرموده است که ملوک حمیر که مشرک بودن بر یمن چهره بودن، آخرین پادشاه آنان ابو نواس نام داشت. او بر اهل حق آن زمان که نصارا بودن مظالم شدید روا داشت. او یک خندق طویل و عریض کند و آن را پر از آتش کرد. تمام نصارا که برخلاف بت پرستی خدای یگانه را می پرستیدند، همه را در آتش آن خندق انداخت. آنها قریب به 20,000 نفر بود. 2 نفر به گونه ای از گرفت او فرار کردند و پیش قیصر ریشام استغاثه نمودند که زونواس ملک حمیر بر نصارا چنین مظالم روا داشته است، شما از او انتقام بگیرید. قیس ملک شام به نام بادشاه حبشه نامه نوشت، زیرا او هم نصرانی و به یمن نزدیک بود، که تو از این ظالم انتقام بگیر.
او لشکر بسیار تحت رهبری دو فرمانده به نام ارباط و ابرهه در مقابل بادشاه یمن فرستاد. لشکر بر کشور او حمله نمود و کل یمن را از قبضه آنها آزاد کرد. زونواز ملک حمیر گریخت و به دریا غرق شد و مرد و مرد و به توسط ارباط و ابرهه پادشاه حبشه بر یمن قبضه نمود. سپس این دو فرمانده با هم درگیر شدند و ارباط کشته شد. ابرهه غالب آمد و او از طرف بادشاه حبشه والی یمن قرار گرفت. او پس از قبضه نمودن بر یمن تصمیم گرفت که در یمن یک کلیسای با شکوه بسازد که در دنیا بی نظیر باشد و منظور او از این آن بود که عربهای یمن که برای بجا آوری حج به بیت الله می رفتند و بیت الله را طواف می کردند از عظمت این کلیسا مرعوب گشته به جای رفتن به بیت الله به این کلیسا روی بیاورند. بنابراین پندار او کلیسای عالی شان و بسیار مرتفع ساخت که اگر کسی بر بام آن قرار گیرد نتواند به سوی مردم و استاده پایین بنگرد و آن را با طلا و نقره و جواهرات آراسته نمود و در تمام کشور اعلام نمود که از این بعد کسی از یمن برای حج کعبه نرود بلکه در این کلیسا عبادت کند. اگرچه در عربها بت پرستی غالب آمده بود ولی عظمت دین ابراهیم علی نبینا علیهم السلام و کعبه در دلهای آنان جای گرفته بود. بنابراین شعله های غم و اندوه و خشم در قبایل قریش، عدنان و قحطان موج زده تا اینکه یکی از آنها به شب وارد کلیسا شد و آن را با کثافت آلوده نمود. در بعضی روایات آمده است قبیله مسافری برای ضروریات خیش نزدیک و کلیسا آتش روشن کرد و در اثر آن کلیسا آتش گرفت و خسارت بزرگی بر آن وارد گشت. وقتی که ابرهه از آن اطلاع یافت و به او گزارش داده شد که یک نفر از قریش چنین کرده است، قسم یاد نمود که من کعبه آنها را با خاک یکسان می کنم. ابرهه اقدام به آماده سازی کرد. ابرهه اقدام به آماده سازی کرده نمود و از بادشاه خویش نجاشی اجازه خواست. او پیل مخصوص خود را که محمود نام داشت برای ابرهه فرستاد تا او بر آن سوار شده بر کعبه یورش ببرد و در بعضی روایات آمده است که این فیل از همه فیلها بزرگتر و بی نظیر بود. علاوه بر این او 8 پیل دیگر برای این لشکر فرستاده بود. منظور از فرستادن این تعداد فیل این بود که در انهدام کعبه از این فیلها کار گرفته شود. برنامه ریزی چنین شد که زنجیرهای مستحکم و طویل را با ستونهای کعبه بسته
کعبه بسته سپس آنها را به گلوی پیلها به گلون پیلها ببندند و آنها را سوق دهند. پس کل بیت الله العیاذ بالله به یک وقت بر زمین خواهد افتاد. وقتی که این خبر به گوش عرب ها رسید، همه آنان برای مقابله آماده شدند و برخلاف ابرهه اعلام جنگ کردند. اما چون خداوند در نظر داشت که شکست و رسوایی ابرهه بر همه کسی نمایان گردد و دنیا آن را با چشم خود مشاهده کند، بنابراین عرب ها در مقابله پیروز نشدن، بلکه ابرهه آنها را شکست داد و دو نفر را اسیر کرد و با جلوه براه افتاد. سپس وقتی که به قبیله خشعم رسید، وقتی که به قبیله خفعم رسید، سردار آن قبیله نپیل بن حبیب با تمام قبیله خویش با مقابله برخاست، اما لشکر ابرهه آنها را شکست داد و نپیل بن حبیب را اسیر کرد و خواست او را به قتل برساند، ولی به خاطر آن که او را او راه را به آنها نشان میدهد، او را زنده گذاشت. پس از آن وقتی که لشکر به قرب طائف رسید، وقتی که لشکر به قریب طائف رسید، اهل طائف که قبیله سقیف باشند، با شنیدن وقایع فتح ابرهه و شکست مقابلان او، خیر خود را در این دیدن که با ابرهه از در جنگ در نیایند، ولی از او بخواهند تا بتخانه آنها را که برای لات ساخته بودند و ایران نکنند. لذا با ابرهه ملاقات نمودند و قول دادند که ما تو را راهنمایی میکنیم و از تو حمایت میکنیم. یکی از سرداران خود به نام ابرغال را با او همراه کردند. ابرهه روی این عهد و پیمان راضی شد و ابرغال را برداشت و نزدیک مکه مکرمه به مقام مغمس رسید که شتران اهل مکه در اینجا می چریدند. نخست لشکر ابرهه بر آنها حمله نموده و این شتران را با غارت گرفت که در جمع آنها دو بیست شتر از جد امجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب رئیس قریش نیز در آنها وجود داشت. هنگامی که ابرهه اینجا رسید، سفیر خود را که حناطه حمیری بود به شهر مکه فرستاد تا پیش سرداران قریش برود و به آنها اطلاع دهد که ما برای جنگ نیامده ایم، منظور ما فقط منهدم کردن کعبه است. اگر شما مانع قرار نگرفتید، ما با شما هیچ خسارتی وارد نمی کنیم. وقتی که حناطه در شهر مکه وارد شد، همه اهالی او را با آدرس عبدالمطلب راهنمایی کردند
که او بزرگترین سردار قریش است. حناطه با عبدالمطلب به گفتگو نشست و پیام ابرهه را به او داد. موافق بر روایت ابن اسحاق، عبدالمطلب به او چنین جواب داد که ما هم نمی خواهیم با ابرهه جنگ کنیم و نه ما توان مقابله او را داریم. البته من می خواهم به او بگویم که این خانه خدا و بنای حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام می باشد و خود خداوند مسئول حفظ و نگهداری آن است. پس اگر او می خواهد با خداوند بجنگد، پس هرچی دلش می خواهد بکنه. سپس ببیند که خداوند با او چی برخورد می کنه. حناطا با عبدالمطلب گفت پس تو با من بیا تا تو را با ابرهه ملاقات دهم. وقتی که ابرهه عبدالمطلب را دید که شخص بسیار وجیه است، با دیدن او از بالای تخت خویش پایین آمد و نشست و عبدالمطلب را در کنار خود نشان و با ترجمان خود گفت که از عبدالمطلب سوال کند که او با چی نیت و قصد اینجا آمده است. عبدالمطلب گفت خواهش من فقط این قدر است که لشکر تو شتران مرا با غارت گرفتند، آنها را رها سازند. ابرهه توسط مترجم خویش و عبدالمطلب گفت وقتی که من تو را دیدم از تو در دلم وقعت و عزت بزرگی نشست، ولی مصاحبه تو آن وقعت تو را از قلب من کاملا از بین برد، زیرا تو فقط برای رها ساختن دو بیست شتر صحبت میکنی، در صورتی که می دانی که من برای منهدم ساختن کعبه که دین تو است آمده ام و در این باره تو با من هیچ صحبت و گفتگوی نکنی. عبدالمطلب جواب داد که من مالک شتران هستم، من به فکر آنها قرار گرفتم، مالک بیت الله من نیستم بلکه مالک او یک ذات عظیم و شانی است. خود او بهتر می داند که خانه خود را چگونه حفظ و نگهداری کند. ابرهه گفت خدای تو نمی تواند آن را از دست من نجات دهد؟ عبدالمطلب گفت پس اختیار داری، آنچی می خواهی بکن. در بعضی روایات آمده است که چند نفر از سران قریش نیز در معیت عبدالمطلب بودند. آنان در جلوه ابرهه پیشنهاد دادند که اگر تو دست از منهدم ساختن کعبه برداری، یک سوم درآمد کل تهامه را بطوبه صورت مالیات می دهیم. در بعضی روایات آمده است که چند نفر از سران قریش نیز در معیت عبدالمطلب بودند. آنان در جلوه ابرهه پیشنهاد دادند که اگر تو دست از منهدم ساختن کعبه برداری، یک سوم درآمد کل تهامه را به تو به صورت مالیات می دهیم. اما ابرهه از فذیرفتن این پیشنهاد سرباز زد.
ابرها شتران عبد المطلب را به او برگردانید. او شتران خود را برداشت و برگشت و حلقه در خانه کعبه را گرفت و به دعای مشغول شد. انبوه از قریش با او همراه بود، همه به بارگاه خداوند دعا کردند که مقابله نمودن با لشکر بزرگ ابرهه در توان ما نیست، خود شما نسبت به حفظ خانه خیش انتظام بفرما. پس از دعا و الحاح وزاری عبد المطلب با اهالی مکه در کوههای دور و اطراف پراگنده شدند و یقین داشتند که بر لشکر ابرهه عذاب خداوند نازل خواهد شد. با توجه به همین یقین شتران خود را از ابرهه خواستند و راجح به بیت الله هیچ گونه بحث و گفتگو نکردند، زیرا پس از دعا و الحاح و زاری عبد المطلب با اهالی مکه در کوههای دور و اطراف فراگنده شدند و یقین داشتند که بر لشکر ابرهه عذاب خداوندی نازل خواهند شد. با توجه به همین یقین شتران خود را از ابرهه خواستند و راجح به بیت الله هیچ گونه بحث و گفتگو نکردند، زیرا از خود توان پس از دعا و الحاح و الحاح وزاری عبد المطلب با اهالی مکه در کوههای دور و اطراف فراگنده شدند و یقین داشتند که بر لشکر ابرهه عذاب خداوندی نازل خواهد شد. با توجه به همین یقین شتران خود را از ابرهه خواستند و راجح به بیت الله هیچ گونه بحث و گفتگوی نکردند، زیرا از خود توان مقابله را نداشتند و از طرف دیگر یقین داشتند که خداوند بر ناتوانا و یقین داشتند که خداوند بر ناتوانی آنها و قدرت دشمن بر آنها رحم نموده، تصمیمات دشمن را با خاک یکسان می کند. ابرهه صبح روز بعد برای حمله آماده شده بود. پیل خود را به نام محمود در جلو قرار داد. نفیل بن حبیب که ابرهه او را در راه اسیر گرفته همراه آورده بود، جلو رفت و گوش پیل محمود را گرفت و به او گفت: تو از کجا آمده ای؟ صبح و سالم به آنجا بگرد، زیرا تو در بلاد الامین شهر محفوظ خدا هستی. این را گفته گوش آن را رها ساخت.
فیل با شنیدن این بر زمین خوابید. پیل با پیلبانان هر چند خواستند آن را بلند کند، از جای خود تکان نخورد. با تبرهای آهنین زده شد، باز هم تکان نخورد. در خرطوم او کلاب به آهنی گذاشتند، باز هم بلند نشد. آنگاه مردم آن را به سوی یمن برگردانیدن فوراً بلند شد. باز خواستن آن را به طرف شام حرکت دهند، آماده به حرکت شد. سپس خواستن به سوی مشرق حرکتش دهند، آماده شد. اما همین که مجدداً خواستن او را به طرف مکه مکرمه حرکت دهند، بر زمین خوابید. این کرشمه از قدرت خداوندی در اینجا به ظهور پیوست. و از طرف دیگر تعداد پرنده از جانب دربار به ردیف ظاهر گشتند، هر یکی 3 تا سنگریزه همراه داشت، یکی در منقار و دو تا در دو پنجه. این سنگریزه ها به قدر دانه نخودی بود، به قدر دانه نخودی بودند. این پرنده ها هم به گونه عجیب بودند که قبل از این به مشاهده نیامده بودند. جسه آنها را از کبوتر، جوسه آنها را از کبوتر، کوچکتر و دارای پنجه های قرمز بودند. و فورا لشکر ابرهه را فرا گرفتند و این سنگریزه ها را بر آنها فرو ریختند. هر سنگریزه آن کار را کرد که گلوله تیر بار یعنی مسلسل هم نمی تواند بکند. بر هر کسی می افتاد بدن او را می شکافت و در زمین فرو می رفت. با مشاهده این عذاب همه پیل ها گریختند. فقط یک فیل ماند که با اصابت سنگریزه هلاک شده. همه نفرات لشکر در آن موقع هلاک نگشتند، بلکه با دور اطراف گریختند و در اثنای راه یکی یکی هلاک شدند. چون خواست خداوند بود که ابرهه با سزای سخت مواجه گردد، او فوراً هلاک نشد، ولی در بدن او چنان سمی سرایت نمود که همه پندهای بدن او از هم گسته و ریزه ریزه پوسیده و ریخته شد. و بدین شکل او به یمن برگردانیده شد. به محض این که در صنعا پایتخت یمن رسید، همه بدن او ریزه ریزه گداخته شد و به زمین افتاد و مرد و مرد. و پیل او به نام محمود همراه با 2 پیلان در مکه مکرمه ماندن، ولی با این شکل که هر 2 کور شده
مفلوج گشتن. محمد بن اسحاق از حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنها روایت کرده است که او فرمود من هر دوی تان را در این وضع دیدم که مفلوج و کور بودن. محمد بن اسحاق از حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنها روایت کرده است که او فرمود من هر دو تا را در این وضع دیدم که مفلوج و کور بودن. خواهر حضرت عائشه صدیقه اسماء فرمودن که من هر دو را مفلوج و کور دیدم که گدایی می کردن. راجح به واقعه اصحاب فیل به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خطاب نموده فرمود الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. در اینجا فرمود الم تر به معنای آیا شما ندیدید، الم تر آیا شما ندیدید، در صورتی که این واقعه مدتی قبل از تولد آن حضرت صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده بود. لذا بظاهر در اینجا موقعیت برای دیدن آن حضرت وجود ندارد. اما هرگاه واقعی از روی یقینی بودنش آنچنان باشد که عموما مشاهده می شود، دانستن آن به لفظ رؤیت تعبیر می گردد. گویا آن واقعه چشم دیدی است و تا حد رؤیت آن هم ثابت است، چنان که در بالا گذشته که حضرت عایشه صدیقه و اسماء پیل که اسماء پیل بانان را دیدن که کور و مفلوج بودن و گدایی می کردن. طیرن ابابیل، ابابیل جمع است از خود مفرد ندارد، ابابیل جمع است از خود مفرد ندارد، معنای آن گروه از پرندگان است. نام ویژه هیچ حیوانی نیست. مراد از آن گنجشکی، آن گنجشکی نیست که در زبان اردو با آن ابابیل گفته می شود. همچنان که در روایات قبلا گذشته این پرنده اندکی از کبوتر کوچکتر بود و از چنان جنسی بود که قبلا دیده نشده بود. کذا قال سعید بن جبیر قرطبی، بحجارت من سجیل، سجیل با کسره سین، معرب سنگ گل است. سجیل با کسره سین معرب سنگ گل است و به آن سنگریزه گفته می شود که از پختن گل تازه خیس شده در آتش ساخته شده باشد. در این اشاره به آن است که خود این سنگریزه ها چنین توان
نداشتن، سنگریزه های معمولی بودن که از آتش ساخته شده بودن، اما با قدرت خداوند آنها از گلوله مسلسل بیشتر کار می کردن. فجعلهم كعصف مأكول. عصف بگیا، بگیا گفته می شود، عصف بگیا گفته می شود. اولا خود کاه سفید تک های فراگنده می باشد، اولا خود کاه سفید تکه های پراگنده می باشند. باز وقتی که حیوانی آنها را بجود، پس آن تکه ها هم به حال خود باقی نمی مانند. لشکر ابرهه که با سنگریزه ها بمباران شدن به همچنین وضع در آمدند. این واقعه عجیب و غریب اصحاب فیل عظمت قریش را در قلوب عرب بالا برد. همه تسلیم شدند که آنها با خداوند در ارتباط هستند و از طرف آنها خود خداوند دفاع نموده دشمن آنها را هلاک نمود. رواه قرطبی. در اثر همان عظمت بود که قریش مکه به خاطر تجارت در همه کشورها رفت و آمد داشتند و در راه های هیچ ضرری به آنها متوجه نمی شد. در صورتی که هیچ سفر برای دیگران خالی از چنین خطرات نبود، از این گونه سفرهای قریش در آینده در سوره بعد قریش ذکر بمیان آورده، آنها به سپاسگزاری از این گونه نعمتهای دعوت شدند. تمت سورة الفیل بحمد الله.